با همکارم کامیار بهرنگ مجددا اینجا در استودیو همراه هستیم کامیار حملات شب گذشته اسرائیل به حالا جنوب لبنان و مقر حزب الله بسیار سنگین بوده آیا از تلفات و میزان تلفات انسانی آماری داری ببینید الان وزارت بهداشت لبنان میگه که دست کم هشت کشته و صد زخمی اما باید اینو بگیم هشت کشته در واقع بهتر این شکلی بگم که هشت جنازه رو تونستن از زیر آوار خارج بکنن به دلیل اینکه ما میدونیم شش ساختمان اصلی در واقع با خاک یکسان شده و زیر زمین های اونها یعنی در واقع هدف اون زیر زمین ها بوده حالا در خبر هم شما بهش اشاره کردید در واقع بمب های سنگر شکنی که در واقع استفاده شده اینها بمب های چند تونی که هدفشون در واقع زیرزمین هاست یعنی انقدر سنگین هستن به سمت پای میرن اهداف بالایی رو تخریب میکنن به هدف که میرسن در زیر زمین منفجر میشن و به همین دلیل شما از این ساختمان ها هیچ اثری رو در ویدیوها نمیبینید با این تعداد کشته ها قاعدتا خیلی بیشتر از این چیزیه که الان وزارت به بهداشت داره میگه اما واقعا بیرون آوردن آوار در چنین شرایطی برای نیروهای لبنانی کار سخته اما همونطور که گفتم آمار رسمی در حال حاضر 8 کشته و نزدیک به 100 زخمی اعلام شده عملیات آواربرداری ادامه داره بعید میدونم به این راحتی بتونن خیلی سریع این کار رو انجام بدن چون اون تخریبی که صورت گرفته و همونطور که حالا بیننده های ما هم در ویدئویی که اول برنامه پخش کردیم میبینن که در واقع نزدیک به حداقل بین 10 تا 15 بمب هستش که ریخته میشه اما انفجارهای کناری داره این به معنی تخریبیه که در زیر زمین انجام شده و آواربرداری حالا سختتر و سختتر هم میشه تازه برای نیروهای در واقع امدادی که در لبنان مشغول به کار هستن محدوده رو بستن تعداد بسیار محدودی خبرنگار امکان حضور داشتن در ساعت اولیه که تمام اونها از اون مکان بیرون رانده شدن یعنی هیچ خبرنگاری از رسانه های لبنانی و رسانه های در محل مقر حزب الله که ویران شده حضور نداره تمام اونها رو از محل بیرون کردن طبیعی وضعیت شدیدن در بیروت امنیتی باشه کامیار اشاره کردی به زیرزمین حالا برخی از منابع خبری گزارش دادن که احتمال داره حسن نصر الله جلساتی در همان زمان یعنی دیشب در همین زیرزمین این ساختمان مقر حزب الله برگزار کرده باشه و سکوت حزب الله تقریبا داره نشون میده که به هر حال این گروه بدون رهبری شده و چون هیچ بیانیه صادر نکرده و هر چقدر زمان میگذره احتمال قوت گرفتن اینکه حسن نصر کشته شده باشه خب بیشتر میشه چه چیز از این میدونیم این سکوت رو به چه نشانه میشه تعبیر کرد حالا سکوت حزب الله که در واقع همون که گفتی خلای رهبری نه فقط حالا کشته شدن نصرالله الله خلای رهبری که در واقع در هفته گذشته و یه خورده پیشتر بریم در یک ماه گذشته در حزب الله وجود اومد فرماندهان ارشدشون رو تماما از دست دادن در یک سال گذشته 67 فرمانده ارشد حزب الله لبنان کشته شده یعنی این فرماندهان ارشدی که میگم بیایم بریم قبلتر من میخوام در مورد سالهای سال پیشتر حرف بزنم موقعی که اماد مقنیه رو کشتن بعد از این که اماد مقنیه در واقع فرمانده بیچون و چرای حزب الله لبنان بود تمام کارهای عملیاتی اه، تروریستی روایش هواپیما پولشویی قاچاق مواد مخدر هر آنچه که شما بگویید رو اماد مقنیه انجام میداد بعد از کشته شدن مقنیه حسن نصرالله ساختار در واقع تشکیلاتی حزب الله لبنان رو تغییر میده و شاخه های زیادی رو درست میکنه فرماندهان بسیاری رو منصوب میکنه برای این که این اتفاق براش نیفته یعنی در واقع اگر یکی رو زدن بتواند تواند رهبری رو پیش ببره اما اسرائیل در ماه های گذشته در واقع هدفمند ساختار تشکیلاتی حزب الله لبنان رو از بین برده الان چیزی به اسم فرماندهی حزب الله باقی نمانده که بخواد پاسخ بده اما حالا سکوت حزب الله لبنان رو بذاریم به کنار واکنش بنیامین نتانیاهو موقعی که میخواست نیویورک رو ترک بکنه یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان یه آمریکا از او در مورد نصر الله میپرسه در یک توضیحی میگویند که دستش رو تکون داده و گفته صبر کنید این سبک کنی رو در واقع باید به این تفسیر بکنیم که او سفرش رو به نیویورک هم که گفتی نیمه کاره رها کرد به اسرائیل برگشته به قاعده باید حالا یا رسیده یا تا یکی دو ساعت آینده به اسرائیل برسه توجه داشته باشیم که الان به نوع تعطیلات مذهبی در اسرائیل هم هست شبهای شابات و خب یک مقداری هم در این چیزها در نظر داشته باشیم که اعلام خبر کشته شدن حسن نصرالله خبر کوچکی نیست ارزیابی نیویورک تایمز میگوید که او کشته شده اما تایید این خبر شاید هفته ها طول بکشه کامیار غیر از مقر اصلی حزب الله در جنوب لبنان مناطق دیگری هم از لبنان مورد هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفته از این حملات چی میدونی فقط هوایی نیستش من پیشتر هم گفتم برای اولین بار کشتی های اسرائیل هم در واقع در این حملات دارن شرکت میکنن یک محدوده بزرگی از جنوب بیروت خارج از محدوده زاهیه هم داره الان هدف حملات قرار میگیره در مرکز و شرق لبنان هم شهرهای مختلفی که موازه هزبالله در اونها بوده و در واقع زاغه های موشکی هست تمام اینها مورد هدف قرار گرفته من این رو هم بگم دقیق پیش ارتش اسرائیل هشدار دوم رو هم داده برای زاهیه و احتمالا سری جدید حملات رو شاید تا ساعتی دیگر مجددا آغاز بکنه متشکرم از تو با ما بمون کامیار به تو برمیگردیم